ده دلیل بزرگ برای اثبات سرعت بالاتر از نور. دلیل اول، اثبات سرعت بالاتر از نور با استفاده از قانون هابل. اگر مرز جهان دیده شده یعنی 10^24 را در فرمول هابل قرار دهیم، متوجه می شویم که کهکشان هایی که در این فاصله قرار دارند همکنون با سرعتی بالاتر از نور در حال حرکتند. دلیل دوم، اثبات سرعت بالاتر از نور در لحظات اولیه بعد از بیگ بنگ. بعد از انفجار بزرگ و صرف مقدار اندکی از انرژی جهت خلق مواد، بقیه انرژی به صورت انرژی جنبشی به این مواد خود را نشان داده است و حاصل آن ایجاد سرعت بالاتر از نور می باشد. دلیل سوم، اثبات سرعت بالاتر از نور با استفاده از انتقال به سرخ. طبق محاسبات انجام گرفته در مورد پدیده انتقال به سرخ، پدیده انتقال به آبی زمانی میتواند رخ دهد که نور کهکشان ها با سرعتی بیش از سرعت نور به یکدیگر برسد. دلیل چهارم، اثبات سرعت بالاتر از نور با استفاده از داده های تلسکوپ هابل. در سال 2016 تلسکوپ هابل موفق به کشف کهکشانی شد که در فاصله 10^32 از زمین قرار دارد. با توجه به عمر 14 میلیارد ساله جهان، وجود این کهکشان در چنین فاصله‌ای نشان دهنده حرکت این کهکشان با سرعت متوسط حدود 3 برابر سرعت نور می باشد. دلیل پنجم، عدم وجود دلیل برای اثبات قطعی عدم وجود سرعت بالاتر از نور. عدم وجود سرعت بالاتر از نور یک فرضیه ارائه شده در حدود 100 سال پیش است و تاکنون هیچ پدیده قطعی بر اثبات آن ارائه نشده است. دلیل ششم، اثبات سرعت بالاتر از نور با استفاده از تناسب بین دوره تناوب و طول عمر. طول عمر و دوره تناوب همه اجرام آسمانی دارای نسبت است. مثلا همواره نسبت دوره تناوب بین ماه و زمین و منظومه شمسی و کهکشان در جهان خیلی کوچکتر از 1/10 طول عمر آنهاست. اگر دوره تناوب عالم را 1/10 طول عمرش یعنی 1.4 میلیارد سال در نظر بگیریم و همچنین شعاع جهان را 10^24 در نظر بگیریم و از فرمول ساده سرعت برابر است با مسافت تقسیم بر زمان استفاده کنیم، سرعت کهکشان هایی با این فاصله از سرعت نور بیشتر خواهد شد. دلیل هفتم، اثبات سرعت بالاتر از نور با استفاده از ثابت بودن سرعت زاویه‌ای جهان. اصل کیهان شناختی که از رصد کیهان در مقیاس‌های بزرگ به دست آمده است می‌گوید در مقیاس‌های فضایی بزرگ عالم همگن و همسانگرد است و طبق اصل کوپرنیکی همگن و همسانگرد بودن جهان بیان می‌کند که جهان یک نواخت است. لذا در یک محیط همگن کمیت‌های فیزیکی از جمله سرعت زاویه‌ای تغییرات ناگهانی و شدید ندارند و در هر نقطه‌ای معادل دیگر نقاطند. فرض کنید یکی از اجرام آسمانی با سرعت زاویه‌ای متفاوتی بچرخد. طبق قوانین نیوتنی این جرم باید در مدار دیگر ادامه مسیر دهد و بعد از گذر اندک زمانی مدار چرخش آن متفاوت می شود و چه بسا در مسیر تغییر به مدار جدید با دیگر اجرام آسمانی برخورد کند و سبب به هم خوردن همگنی جهان گردد. با این استدلال و تشابه بین سرعت زاویه‌ای کهکشان راه شیری و جهان در میابیم که کلیه اجرام آسمانی دورتر از 10^20 باید سرعتی بالاتر از سرعت نور داشته باشند. دلیل هشتم، اثبات سرعت بالاتر از نور با استفاده از دستگاه مدولاتور فضایی نوری. محققان دانشگاه فلوریدای آمریکا راهی برای کنترل سرعت نور معرفی کردند. آنها توانستند سرعت یک پالس نوری را تا 30 برابر سرعت نور افزایش داده و به برای سرعت نور برسند یا سرعت آن را کاهش داده و به میزان نصف سرعت نور تقلیل دهند.
دلیل نهم، اثبات سرعت بالاتر از نور با استفاده از گرانش سیاه‌چاله‌ها. از آنجایی که گرانش سیاه‌چاله‌ها آنچنان زیاد است که می‌تواند مسیر حرکت فوتون را خم کند و همچنین هیچ نوری نمی‌تواند از گرانش آن فرار کند، لذا قادر است بر روی سرعت نور اثر بگذارد. حال نوری را تصور کنید که به سمت سیاه‌چاله حرکت می‌کند. قطعاً گرانش سیاه‌چاله بر روی این فوتون اثر می‌کند و حتماً به سرعت آن می‌افزاید و به سرعتی بالاتر از سرعت نور خواهد رسید. دلیل دهم، اثبات سرعت بالاتر نور به روش معادلات کوانتومی. معادله کوانتومی شرودینگر در حالت نسبیتی صادق نیست و در حالت نسبیتی به معادلات کلینگوردون و دیراک تبدیل می شود. با این تبدیل معادلات با مشکلاتی از جمله چگالی احتمال منفی و انرژی منفی برای توابع موج مواجه می شوند. گرچه انرژی منفی را به پاد ذرات نسبت دادند تا این مشکل اندکی کم شود، اما طبیعی است که احتمال منفی لحاظ فیزیکی قابل قبول نیست و از آنجا که این اشکال در معادله غیر نسبیتی یعنی معادله شرودینگر وجود ندارد، لذا ایراد حاصل به خاطر قائل نبودن به نسبیت یا همان عدم وجود سرعت بالاتر از نور می باشد.